یازدهمین پرونده انتخابات ریاست جمهوری بسته و نام حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به عنوان پیروز انتخابات بر روی آن حک شد. نتیجه انتخابات و نام فرد منتخب مردم ساعتی پیش مشخص شد، اما از دیروز همه برنده بودند. نه، بهتر است بگوییم همه برنده بودیم، همه ما، همه ملت ایران. دیروز یک بار دیگر خورشید حضور از ایران طلوع کرد و چمتتی هموطن. در این روزهایی که در ایران بودم متوجه شدم شرایط اجتماعی ایران کاملا متفاوته. صبح خیلی زود هم به یکی از شعبه ها رفتیم که واقعا شلوغ بود و ما رو سورپرایز کرد. لحظه شماری میکردیم برای این آفریدن این حماسه سیاسی. الان هم اومدیم ثابت کنیم به دشمن ها تا آخرین قطره خونمون پای مملکتمون باید تجدید حضور. یک رأی هم خوش یک رأی. ما همیشه در همه صحنه هست. رأی حق مسلمونه که در قانون منظور شده و روح دموکراسی است. ما باید بیایم مشارکت بکنیم و از این حق و حقوقمون به خوبی استفاده بکنیم. ایرانی ها همیشه در مقابل هر سختی مقاومتشون دارن و به دشمنای خودشون نشون میدن، هیچ وقت کم نمیارن. اصلا رأی یک تکلیفه. حتما باید رأی بدیم. اگه کسی به سرنوشت مملکتش و خودش اهمیت میده، حتما باید در انتخابات شرکت کنه. دیروز همه آمدند. آمدید، آمدیم. آمدیم تا بگوییم هنوز و همیشه در رکابت هستیم و گوش به فرمانت ای رهبر. به نظام وفاداره. ما تو هر لباس یا هر سنی باشیم به هم فرمان رهبرمون هستیم. اینه که بیایم حمایت بکنیم از رهبرمون. بعد همونطور که مقام معظم رهبری گفتن تثبیت نظام ماست و نظام لبک به رهبری. ما رأیم به همه کشورهای غربی ثابت کنم چه پشت رهبرم هستم. حضور مردم نشون این میده که مردم کشور دوست دارن، نظام دوست دارن، رهبری رو دوست دارن. ما همه پشت رهبری وایستادیم. 24 خرداد بر خود ببال که نامت در کنار روزهای خاطر انگیز و حماسه ساز چون 22 بهمن و 12 فروردین در تاریخ ثبت شد. ببال بر خود که فرصت خلق حماسه به تو رسید و قرعه شانس به نام تو خورد. ما هم دیروز یک بار دیگر به خود افتخار کردیم که ایرانی هستیم و تاریخ ساز، ایرانی هستیم و خالق حماسه.